درود وقتتون به خیر میخوام پیامی رو که در دلم هست با شما عزیزان بیننده در میون بذارم به زبان آسمان دعا کنیم وقتی میگم به زبان آسمان دعا کنیم زبان خاصی نیست زبانی نیست که بخوایم یاد بگیریم کلاس زبان بریم دیکشنری خاصی داشته باشه نه ببینیم زبان آسمان چی هست زبان آسمان زبان دعاست زبان ایمانه زبان ملکوته زبان اختداره در ابرانیان دوازده دو میگه که با ایمان به چشمان او چشم بدوزیم چشم در چشم رو به رو تا فیض بیابیم در واقع جرأت بیابیم در آسمان سیستمی هست و زبانی داره زبان آسمان گفتیم که زبان ایمانه سیستم آسمان زبان دادن هست میگه که دادن از گرفتن فرخونده تره یعنی اول میدیم تا بگیریم زبانیه که میدیم و دریافت میکنیم در یوحنا ده ده اینطور طور میخونیم میگه دوز نمیاد مگر آنکه که بدسته بکشه و حلاک کنه من اومدم تا شما حیات بیابید و آن را زیاده حاصل کنید. ما یک قسمت خیلی معروفی در کتاب اشعیا باب 53 داریم، آیات بسیار معروفیه. آیاتی هست که در از این باب در واقع میتونم بگم مسیح خودش بهش اشاره کرده در مقاطع مختلفی. در این باب اینطور میخونیم میگیم لاکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده مزروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تعدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. او خودش مریض نبود و مریض نشد، ولی به جای ما و برای ما مریض محسوب شد. گناهی نکرد اما گناهکار محسوب شد. قتلی نکرد اما قاتل محسوب شد. دروغی نگفت اما دروغگو محسوب شد. زندگی بسیار پاکی داشت اما کثیف محسوب شد. کلام خدا در همین باب میگه که دردهای ما رو به خودش گرفت لعنتهای ما رو به خودش گرفت یعنی هر چه که گناه نصیب آدم کرد بعد از سقوط تمام اینها رو مسیح به خودش گرفت در رساله فیلیپیان میگه که همشکل ما شد هم درد ما شد مصیبت های ما رو کشید هر لعنت، هر درد، هر مریضی، هر گناه هر چیزی رو که من و شما توش گرفتار هستیم، عیسی در صلیب بر خود گرفت. بر خود گرفت که تا من و شما دیگه ملعون نباشیم، دیگه گناهکار نباشیم، دیگه من و شما کثیف نباشیم، بلکه فرزند خدا باشیم. برده گناه نباشیم، بلکه آزاد باشیم. گناهکار نباشیم بلکه بتونیم در قدسیت زندگی کنیم در واقع در محکمه الهی من و شما آزاد باشیم تمیز در سلامتی با خدا و در سلامتی با یک دیگر او ما رو پوشید تا ما او رو بپوشیم اشعیا 53 این بابهایی رو که خوندم در ادامه این طور میگه آیاتی رو که خوندم میگه اما خدا را پسند آمد که او را مذروب نموده به دردها مبتلا سازد اینجا منظور به این نیست که خدا خوشش اومد که عیسی رو مصلوب کنه مذروب کنه نه کسی نبود جای من و شما قربانی بشه از داوطلب شدن پسرش خشنود شد خدا که حاضر شد مذروب شدن او رو ببینه چون که میدونست بر صلیب نمیمونه بلکه او قیام خواهد کرد میگه که او مذروب شد و درد به دردها مبتلا شد عیسی تنها کسی بود در تمامیت تاریخ بشریت در تمامی کائنات در خلقت که برای من و شما به نمایندگی بر روی صلیب رفت آنچه که حق ما بود بر او قرار گرفت بر او قرار گرفت و همزبان با آسمان شد زبان با آسمان شد و آزادی من و شما را در محکمه الهی تضمین کرد بر صلیب میگه که چون جان او را قربانی گناه ساخت آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا او گناهان ایشان را برخیشتن هم نمود اینجا میبینید که این آیه در رابطه با نمایندگی عیسی برای ما صحبت میکنه میگه او گناهان ایشان را برخیشتن حمل نمود عیسی مضروب شد عیسی مبتلا شد عیسی گناهکار محسوب شد تا من و شما بتونیم زبان آسمان را یاد بگیریم تا من و شما از قلمرو تاریکی به قلمرو آسمان ما منتقل بشیم گفتیم زبان آسمان زبان ایمانه زبان ملکوت ملکوت آسمان زبان اختداره در واقع با این کار عیسی طبق این آیاتی که خوندم از باب 53 پ... اشعیا لیاقت عیسی بر من و شما قرار گرفت ما به لیاقت و کفایت عیسی لایق و کافی شدیم همین و همین در افسوسیان باب میتونید باب رو بخونید که لیاقت عیسی بر ما قرار گرفت او خودش همونطور که میگه که هیچی نبود به هیچ کدوم از این گناهانی رو که او بر خودش هم کرد خودش مرتکب نشده بود او از جانب ما برای ما به نمایندگی ما این کار را کرد ما به لیاقت و کفایت عیسی لایق و کافی شدیم و فرزند خوانده شدیم فرزند شدیم در مزمور سی آیه دو میگه یهو و خدای من نزد تو استحاسه نمودم و مرا شفا دادی در واقع یعنی نزد تو دعا کردم تا مرا شفا دادی زبانی که اینجا استفاده کرده زبان دعا هست زبان اختدار هست در اختدار هست که شفا هست اختدار یعنی چی؟ اختدار یعنی اجازه انجام یک عمل بین اقتدار و قدرت فرق هست گرچه دوتاشون ممکنه به ظاهر یک معنی رو بدن ما قدرت داریم ولی همیشه اختدار نداریم کسی اقتدار داره که قدرت هم داشته باشه قدرت توانایی انجام یک عمله اما اختدار اجازه مجوز انجام یک عمله کسی اقتدار داره که قدرت داشته باشه و زبان آسمان زبان اختداره در اختدار هست وقتی که دعا می کنیم به آسمان شفا حاصل میشه. در مزمور 107 آیه 20 اینطور طور میگه کلام خود را فرستاده ایشان را شفا بخشید و ایشان را از هلاکت های ایشان رهانید کلام خود را فرستاد این زبان آسمانه زبانی ایمان هست و میگه ایشان را شفا بخشید ایشان را از هلاکت آزاد کرد در شیا 858 میگه که آنگاه نور تو مثل فجر طلوع خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد شد این در زبان آسمان اتفاق میفته ما هر چقدر در ملکوت آسمان فکر کنیم هر چقدر به زبان آسمان دعا کنیم در زبان آسمان رشد بکنیم در دیکشنری در فرهنگ لغات آسمان رشد بکنیم در حضور خدا هر چقدر بیشتر بمونیم در لیاقت و دف... کفایت عیسی بیشتر شبیه عیسی میشیم پولس رسول میگه که نه من بعد از این بلکه مسیح در من هر چقدر در حول و هوش آسمان فکر صحبت کنیم عمل بکنیم مثل موجودات آسمان مثل عیسی میشیم. باشد که من و شما به زبان آسمان دعا بکنیم. خدا نگهدار شما عزیزان باشه.